سلام جانو، خوب هستین؟ جان شما جوا سلامتین؟ خوش آمدین در برنامه چای با نجیب. این هفته میمان ما در برنامه چای با نجیب ارشام جان هستن. خوش آمدین ارشام جان در برنامه چای با نجیب. تشکر جانو و تشکر از خودت که مرا در برنامه دعوت کردی. خواهش میکنم. پیش از اینکه ما سوالات شروع کنیم، میریم یک بیوگرافی کوتاه از ارشام جان میبینیم که ارشام جان در اینترنت چی کارایی میکنن. ارشام جان اولین دختر افغان هست که در اینترنت آمده و میگوید که من به دختر علاقه دارم و استایل بچگانه دارد که از خانواده رنگین کمان می باشد و از خانواده رنگین کمان حمایت می کند. واو، بسیار خوب. خب ارشام جان، می توانی بر ما بگویی که از کجای افغانستان هستی و چند وقت در آلمان زندگی می کنی؟ بله جانم، من تقریبا 3 سال است که در آلمان زندگی می کنم و اصالتا از هرات باستان هستم. واو، چند وقت در آلمان زندگی می کنی؟ 3 سال جانم. اوکی، امرای فامیل هستی در آلمان یا تنها هستی؟ همراه بیادرم هستم. امرای بیادر هستی، بسیار خوب. فامیل تا کجا هستن؟ فامیلم در ایران زندگی میکنن. اوکی، بسیار خوب. چی کارهایی میکنین در آلمان؟ ما فعلا مصروف درس خواندن هستم. اوکی، چی میخوانی؟ دوچ کورس میخوانم. اوکی، بسیار خوب. خب ارشام جان، تا از مردم نمیفهمه که تو مرد هستی یا زن هستی، میتونی در مورد جنسیت بر ما کم معلومات بدی؟ بله جانم، من دختر هستم و جنسیت من دختر میباشه. گرایش من به دختر است، یعنی از دختر خوشم میاد. یعنی علاقه به دختر داری؟ بله. ارشام جان، میتونی برام بگی چند ساله هستی تو اول؟ من 21 ساله هستم. اوکی. از چی وقت شروع شد که تو مثلا فهمیدی که تو دیگه علاقه به بچه نداری و مثلا به دختر داری؟ از کجا شروع شد؟ از اولش به ما قصه کن. یا درست است جانم. من خب وقتی که طفل بودم میفهمیدم که برای دختر دیگه بسیار تفاوت دارم. از اون وقت میفهمیدم که علاقه من دخترها هست. اما خب خدا نشناخته بودم که دقیقا من به دختر استارم یا به بچه، تا یکی همراه بچه من خواه شدم و فهمیدم که اصلا من نمیتونم همراه بچه بودم. مثلا چی چیزایی تو به تو نشان داد؟ چی نشانی هایی داشتی که مثلا تفاوت داشت؟ چی کارایی میکردی؟ بله، تفاوت من بود که همیشه به کالای بچه گانه علاقه داشتم. دیگه تیپ و استایل من همیشه بچه گانه بود. از کالای دخترانه بسیار بد میامد و کارهای بچه را خوش داشتم انجام بودم همیشه. در اون وقت زیادتر دوستای بچه داشتی یا دوستای دختر داشتی؟ من در اون وقت دوستای بچه زیاد داشتم. بچه های فامیل بودم، روشان بازی میکردم، هر چیز. از دختر کم میشرمیدم و خدا یک بچه احساس میکردم و روشان راحت نبودم. اوکی، یعنی راحت نبودی. اولین بار چی وقت سکس داشتی که مثلا فهمیدی که علاقه با بچه ندارم با دختر دارم؟ چی وقت؟ چند سالگی بود؟ اولین بار در سن 14 سالگی بود که من یک دختر ماچ کردم و فهمیدم که زیاد احساس با دختر دارم. و در سن 16 سالگی هم رو یک بچه من نزدیکی کردم و فهمیدم که به بچه هیچ احساس ندارم. اوکی. میتونم بگم که مثلا در کجا کلان شدی؟ در کجا مثلا زندگی کردی؟ بله، من در ایران، در تهران همونجا تولد شدیم و کلان شدیم. هیچ وقت افغانستان نبودی؟ نه، هیچ وقت نبودم. چقدر خوب با فارسی گفت میزنی جان، از کجا یاد گرفتی؟ بله جان، وقتی که دوستای مثل خودت دارم و دری را خوب یاد گرفتم. واو، بسیار خوب. وقتی که مثلا فهمیدی که تو دیگه علاقه به بچه نداری، مثلا به دختر داری، مثلا با فامیلت ای گپ گفتی نگفتی؟ چی وقت گفتی؟ من تقریبا 1 سال و 2 ماه میشه که دیگه را قطعی با کل فامیل و مادرم پدرم خواهرام میا برشان گفتم که من امر بچه بودن نمیتونم و دختر خوش دارم. اوکی، مثلا مادرت در مورد چی گفت؟ مثلا ریاکشن مادرت چی بود؟ اولین بار من گپ با خواهرم گفته بودم، خواهر کلانتر از خودم، و او مرا خوب درک کرد، مرا فهمید و او کم کم فکر کنم با مادرم یا گفته بود. و من وقتی که با مادرم گفتم، مادرم گفت که من میفهمم که تو این رنم هستی، اما خب باز مشکلات و پرابلم ها زیاد پیش آمد. اوکی، آره، چی میگن؟ میگن که خیر است تا برو زندگی تا بکن که دلت میخوای، یا چی میگن؟ مادر چی میگن؟ زیاد پرابلم هست. مادرم میگه شاید تو را جادو کردن، یا برو هورمون بخور که هورمون زنانیت پس بالا بره تا بتانی پس شاور کنی امرای یک مرد بوده بتانی. یعنی میگه برو امرای مرد آرستی کو، یعنی میگه تاویج شده سر، یعنی میگه برو تابلیت بخور که یعنی جور شوی. بله بله، دقیقا. خب تو چی گفتی در جوابش؟ من گفتم این احساس و گرایش خود ماست و برش احترام میمانم و همین رقم کستم دوستش دارم. یعنی اگر مثلا کدوم تابلت یا کدوم میدیسینی باید پیدا شد که مثلا بتانی مثل زنها واری شوی، آیا قبول میکنی چیلا؟ که اصلا که شاید هم اصلا هم که میتونی اول بخوری خود مثلا سمسی زن واری احساس کنی و زن واری باشی، آیا دوست داری چیلا؟
نه جانم، من همین رقم کستوم زیاد دوستش دارم، متفاوت بودن از دوست دارم. به نظر تو این چیز چرا با تو اتفاق افتیده؟ چرا تو مثلا تو انتخاب شده این چیز که ایران به دنیا آمدی؟ فکر میکنم که ما بندهای شجاعی خداوند هستیم که ما را انتخاب کرده، و در هر سه فامیل فکر میکنم حتما 100% یک نفرش همین رقم میباشه، اما خب به دلایلی که زیاد پرابلم ها پیش میاد یا گفته نمیتونه و را در وجود خود احساس پود میکنه ایشه. آیا در ایران درس خواندی یا کار میکردی؟ چی کار میکردی در ایران؟ بله جانم، من در ایران درس خواندم و یک دورم همراه پدر جانم کار کردم. اوکی بسیار خوب، کار چی کردی؟ کار فروشندگی در دکان. واو بسیار خوب. چی رقم هست از زندگی کردن در ایران؟ مردم ایران چی رقمی هست؟ یا دولتشان چی رقمی هست با افغان ها؟ فکر میکنم مردم های ایران مردم های خوبی هستن، درکشان فهمشان بالاست، فقط یک کم پروبلم هم رای افغان ها و ایران ها که هست از سیاست و دولت میباشن. یعنی دولتشان مشکل داره، مردمشان یعنی بد نیستن؟ مردمشان بله خوب هستن. خب اولین سکس در سن چند سالگی داشتی و با زن داشتی یا با مرد داشتی؟ من جانم اولین سکسم در سن 16-17 سالگی بود و همراه مرد بود. اوکی، یعنی ازدواج کرده بود یا بدون ازدواج هم همراهش سکس داشتی؟ من ازدواج کرده بودم و او ازدواج یک چیزی شد که من خودم مرد بزنم و واقعا بفهمم که من با مرد استارم یا بزن. اوکی، چند سال در ازدواج بودی تو؟ من تقریبا 5 سال. و مگه یعنی 5 سال در ازدواج بودی، بس 5 سال مثلا مشکل با شوهرت داشتی یا با فامیلش داشتی یا به چه مشکل داشتی که ایراج دادی؟ تو میتونستی که در مثلا شوهرم داشته باشی و یا یک دختر یک جا شوی؟ من جانم زیاد سعی خود کردم که امرای شوهر خود بتانم یک جای زندگی کنم و ای آرزوی فکر میکنم آرزوی هر دختر باشه که یک آینده خوب داشته باشه امرای همسفر خود یا همبستر خود، اما خب متاسفانه من زیاد جنگیدم امرای زندگی و نتونستم، یعنی اون رقمی که بعد می بودم نتونستم باشم. اوکی، یعنی وقتی که مثلا شما ایجاکی به تا خواه می شده سکس داشتین، دو چی رقم بودی تو؟ مثلا وقتی که مثلا با تو سکس می کرد تو چی اس داشتی؟ این را بعد با جرات بگم که اصلا من سکس دوست نداشتم امرای مرد و فقط بخاطر که او شوهر و همبستر من بود، من بخاطر از او کارا میکردم که او نیاز داشت. میتونی به ما احساس تا بگی که بیان کنی که چه رقم احساس داشتی همش؟ احساس من رقم بود که فکر میکردم یک خوارم رو یک بیادر خواه میشه و احساس گناه همیشه داشتم. یعنی احساس دی رقمی بوده که یعنی مثلا یک خوار به یک بیادر خواه میشه، اون رقم احساس داشتی با شوار خودت؟ بله بله. یعنی احساس گناه میکردی؟ احساس گناه میکردم. اوکی خب 5 سال چطور همش طاقت کردی؟ من در سالهای اول تلاش میکردم برش بگویم که من این رقم هستم، اما سر خود اطمینان نداشتم بازم، یعنی با اطمینان کامل نرسیده بودم که من واقعا یک همجنس گرا هستم و گپای مادر جانم فکر میکردم که واقعا شاید سر من جادو شده باشه، یا فکر میکردم وقتی که امرایش زیادتر باشم زندگی کنم شاید چیزا فکرم گم بشه و من بتونم امرایش برای همیشه یک جای زندگی کنم. مثلا خواه میدیدی یا مثلا خوشش که به یک دختر خواه شوی چی احساس او وقت داشتی؟ مثلا کی در آرزوهایت کی در خوابهایت میامد؟ یک دختر بود که در دوران مکتب با امرایش بودم، او در خواب من زیادتر میامد. اوکی، یعنی مثلا خوشش که او در بغلت باشه و امرایش تکل کنی؟ بله بله دقیقا. اوکی، وقتی در ایران بودی سال بچگانه میزدی یا دخترانه؟ در دورانی که طفل بودم همیشه استایل ما تیپ ما بچگانه بود، مدل موهای ما کلش، اما وقتی که کم کم کلان شدم دیگه خب مادر جانم میگفت که تو دختر هستی کلان شدی در ما بین قوم و خش و چیزا، بعد از تو باید دختر نباشی. اوکی اوکی، مردم چی میگفت؟ جامعه ایران چی میگفتن در مورد زی؟ در اون وقت اوقدر این چیزای همجنسگر و ترانس جا نفتاده بود و من خودم نشنده بودم، واقعا نشنده بودم، اما حالی که میبینم بسیار یک روی خوب دارن یک بعضیشان، یعنی درک کردم و فهم رسیدم. در ایران که من بودم فکر میکردم من تنها امی رقم هستم، یعنی تنها دختری هستم که به همجنس خودم احساس دارم، گرایش دارم و هر میشه وقت گریان میکردم، احساس گناه میکردم، فکر میکردم یک کار گناه هستم. اوکی، آیا در ایران هم مثلا کم دختری آشنا شدی که مثلا او هم از دختر خوشش بیایم؟ در ایران در دوران مکتبم امرای تا
دختر بودم و فقط یک چند بار هم دیگر ماچ کرده بودیم، اما هیچ وقت اجازه نداشتم که ازش پرسانت کنم که تو هم جنس گرا هستی یا نه، بخاطر که او وقت خودم نمیفهمم که خودم چی هستم. اوکی بسیار خوب. خب الان از شهر جدا شدی، تنها زندگی میکنی یا چه غمی هستم؟ بله از اونا جدا شدم و تنها زندگی میکنم. آیا کدوم مشکل از شوهرتون بود که بدرنگ بوده شاید باشه، یا که مثلا پیر بوده باشه، یا که کدوم مشکل از شوهرتون شاید بوده باشه که مثلا خوش نداشتیشه؟ نه جانم، شوهرم بسیار یک آدم مهربان بود، درک و فهمش بالا بود و عکسش برای خودت نشان دادم که دیده باشی، بسیار مقبولم بود، خوش تیپ و با فهم بود. اوکی باید چون تو علاقه نداشتی به این خاطر نفر سه همهش یک جا شوی. الان او ازدواج کرده یا نوزم سینگل هستم؟ فکر میکنم من سینگل باشم. اوکی شوهر در ایران هستم یا در اینجا هستم؟ در می جرمنی هستم. اوکی چرا می جدا شدی از پیشش؟ وقتی که احساس خود برش گفتم که من دیگه امرت بودنم اتانم و با هم جنس خودم گرایش دارم، او وقت بود که ازش جدا شدم. مثلا چی گفته که باورا گفته؟ اول باور نمیکرد، مرا تهدید کرد و فکر میکرد که من کدام بچه دیگر را خوش دارم و شاید امره یک نفر دیگر برو مارسی کنم. وقتی که دخانت میمان میامد، مثلا دخترها که میامد خیلی قصه میکردن، چه غمی مثلا چه غمی بودی؟ چه غمی اس داشتی؟ گپ حقیقت میگم، یگان وقت مثلا بیرون میرفتم و تو خودت گفتی در خانه ما کس میامد، برای یگان دخترها اس پیدا میکردم، اما خب بسیار میشرمیدم و بازم احساس گناه میکردم. عرشم اولین با که به اینترنت آمدی و این حقیقت بیان کردی، چی چیزا را دست دادی و چی چیزا را به دست آوردی؟ من وقتی اولین بار آمدم و این صدای خود کشیدم، احساس خود بیان کردم، بسیار ضربه سنگین برم وارد کرد، بخاطر که من دو تا فامیل از دست دادم در اولین قدم، بسیار ضربه سنگین بود، بسیار ناراحت هستم که بار از دست دادم، اما از یک نگاه دیگه هم خوش هستم که از او قفس که برای ما جور کرده بودن بتانم پرواز کنم. خوش هستم که به مو هویت که میخواستم رسیدم. علی به او زندان، به او مرد که اونا جور کرده بودن، از او خود خازاد کردیم. بله. عرشم جان چی پیام داری برای مادرها و پدرهایی که مثلا مثل خود واری یک مثلا دختر دارن که این رقمی اسم با دختر داره، یا که بچه دارن که اسم با بچه داره، چی پیام داری برای اونا؟ پیام ما ایست که وارا لطفا درک کنن و به احساس و گرایششان احترام بمانن و نمانن که مثل ما که قرار رنج و غم دیدم اولاد خودشان ببینه، بخاطر که اولادشان شیرین می باشه و هر نظر که داره بعد به نظرشان احترام مانده شود. هیچ دختر و بچه نمیه که حقیقت به پدر مادر خود بگویه، بخاطر که زیاد سخت است و من خواهش میکنم از پدر مادرها که اولاد خود درک کنن، بفهمن درد دل اولاد خود. خب عرشم جان دیگه پار میمانیم، میتونی در مورد فامیل بگی که چند تا خواهر داری، مادر پدر داری نداری؟ جانم فامیل ما فامیل کلان هستن، نام خدا سه تا خواهر دارم و یک دانه بیادر امرای پدر مادر. اوکی حیات هستن. اوکی یعنی فامیل در اینجا زندگی میکنن مگی یا مگیشن در ایران هستن؟ خواهرم و مادر پدرم در ایران زندگی میکنن، اما بیادرم در آلمان زندگی میکنن. اوکی امرایش رابطه داری، گپ میزنی؟ بله جانم امرش رابطه دارم، گرد میزنم. او مشکل داره به این کارایت؟ اوایل مشکل داشت اما حالا کم کم خوب شده میره. اوکی یعنی درکت داره میکنم. بله. چند وقت میشه که مثلا خودت هستی؟ سوال خوب جانم، ما تقریبا یک سال و دو ماه میشه که به هویت اصلی خودم خود واقعیم هستم. اوکی در آلمان افغانه که اینجا زندگی میکنن چقدر هم باید رفتار میکنن؟ خوشبختانه رویه خوب دارن و به او درک و فهم رسیدن و به نظر آدم احترام میمانن. اوکی بسیار خوب. یعنی کدام کس نیست در بیرون که مثلا با تو چه رقمی هستی یا تو هستی؟ در هر جا فکر میکنم خوب و بد پیدا میشه. عرشم جان میتونی برام بگی که سکس دختر با دختر چه رقمی میشه؟ از مرد زن همگی میفهمه و دختر با دختر کمک سخت است که ما بفهمیم. بله درست است. اما تو که یک احساس در بین یک زن و مرد هست، در بین دو تا خانم هم هست. اوکی خب مثلا خودت خب میفهمی که آقایان یک چیز داره مثلا بین دخترها خب نداره اون چیز، مثلا زیادتر مردم فکر میگن که مثلا چیزای پلاستیکی استفاده میکنه، آیا گپ حقیقت داره؟
سکس دختر با دختر هم میسته که از او چیزا یگان تا استفاده میکنن، اما خودم شخصا نه. و اگر دخترها با او چیز نیاز میداشتن خب میرفتن امرای مرد، نمیرفتن با دختر. آفرین. بله. خب مثلا از چی استفاده میکنن؟ فقط مچموچ میکنن یا چی؟ در رابطه دو تا زن از هر چیز استفاده شده میتونه، اما خودم شخصا از از چی استفاده میکنی؟ اختو فهمیدم. آه اوکی اوکی فهمیدم. بسیار خوب بسیار خوب. ارشام یکم اگه برای ما یعنی مشکل است یا شاید برای مردم مشکل باشه که بفهمن، چون مثلا من دیدم که دختر با دختر خواه میشه که مثلا امرنگ هستن، مثلا سمده موی دارن، ولی تو مثلا مثل بچه هایی هستی. یعنی فرق تو با او دختر چی هست؟ یعنی مثلا لزبیان و تو چی فرق داره مثلا؟ بله جانم، فرق من هسته که احساس من کاملا مردانه است و جسمم زنانه، اما اونا جسمشان و احساسشان دخترانه است. اوکی. یعنی مثلا تو دختر هستن مثلا جنس یکی خوشش میاد، تو خوشت کنن مرد باشی، یعنی مثلا مثل یک مرد داری باشی، مثلا سینما داشته باشی، مثلا چی داشته باشی، نه؟ بله اونا هستن هم جنسگرا گفتن میشن، یعنی لزبیان، اما من هستم ترانس و جسمم زنانه اما احساسم مردانه. میخوای در آینده عملیات کنی، سینه‌ت رو ببری و یک چیز مردانه ببینی یا چی؟ چی هدف داری در آینده؟ هدف من این است که بله در آینده ها تغییر جنسیت انجام بدم. خیلی مثل یک مرد کامل شوی؟ بله، حال مرد هستم اما خب وقت کامل تر میشم. آها اوکی، بسیار خوب، آفرین. آیا دولت آلمان خیلی تو همکاری میکنن، پیسیزی پرداخت میکنن یا باید خود پیسیش بدی؟ من فعلا در تراپی هستم و امرایشان گپ زدم، تا جایی که برام گفتن حمایت میکنن و میبینیم چی پیش میآید. خب چی همی هست؟ میخوای واقعا بکنی؟ صد در صد مطمئن هستی کارو میخوای بکنی؟ بله، من در اولین قدم دوست دارم هورمون تراپی کنم و بعد از او تخلیه سینه رو انجام بدم و بعد از او دیگه کم کم فکر میکنم به چیزای دیگه. مثلا یعنی پایینه یک چیز مردانه بابا نیه نمانی واضح آدم باید بگوی که مردم بفهمه، چون مردم اینقدر روشن فکر اگه میبودن علا افغانستان ما آباد میشد. خب آفرین جانا که خدا کنه که بخواهی در دلق برستی و یک مرد هست یک مرد کامل شوی جانا که. تشکر از دل. خب عرشم جان میتونی برما بگی که از کدوم آسانه افغانستان که من نام میگیرم که خوشت میه و که بد میه؟ رمشه شفا، آریانا سعید، سیتا قاسمی، غزل عنایت، غزل صادات. نجیب جان سوال سخت بود چون من کلشون رو دوست دارم و کلش احترام دارم، اما خب از سیتا جان قاسمی را موزیکایشون رو زیاد گوش نمیکنم. اوکی و کی دوست داری؟ رمشه جان شفا، آرینا جان سعید. اوکی عرشم جان از مشروع اینترنت کی خوشت میاد و کی باید میاد غیر از من؟ از مریم خوشم میاد و از اما از وقتی که مجگان جان به همجنسگرا تامین کرد یکم بدم میای ازشان. اوکی یعنی لایفش سعی نمی کنی و امرش کنم داد گریف نداری؟ نه قبلا نوه رو دنبال میکردم، سعی میکردم لایفشان، اما حال زیاد نه. متاسفم، واقعا متاسف هستم به کسی که در امریکا زندگی میکنه، در امریکا متولد شده که چطور باید بفهمه و درک کنه که او برخلاف مثلا همجنسگرا یا ترنس یا هر کسی بود بسیار بد گفت. یعنی واقعا وقتی که او در امریکا کنان شده باشه او یک گپا بگه کسی که در افغانستان هست اصلا خودم بیخی نباید توقع داشته باشه. خب نگذاریم، اقدر مهم نمیگیریم. و از پیجایی که در اینستاگرام هست کی زد مثلا کدوم پیج مثلا زد تعقیب میکنی و دوست داری؟ پیجی که زیادتر من دنبال میکنم، تعقیب میکنم، لایک میکنم، پیج افغانستان تاپ مدل است که بسیار در سر ویدیوهاشان زحمت میکشند و چیزای خوب ارائه میکنند برای ما. و عرشان جان میتونی بگی که این میکاپ مقبول تکی کردن؟ بله جانم، من زیاد امروز که خودت میفهمی زیاد به میکاپ علاقه ندارم، اما این میکاپ مقبول کار خودت بود که امروز من میکاپ کردی. واقعا تشکر از میکاپ مقبولت. خواهش میکنم، خواهش میکنم. من همیشه میخواستم که میکاپ باید طبیعی باشه. دکتر خانم لطفا یاد بگیرین میکاپ باید طبیعی باشه. اوکی. خب عرشم جان بسیار بسیار تشکر که در برنامه چای با نجیب آمدی و در مورد زندگی آمدی گفتی. بسیار شجاع هستی، آفرین. باید مردم بگم یاد بگیرن. بسیار یک جان تشکر عرشم جان که در برنامه ما آمدی. تشکر جانم از خودت که مرا در برنامه خودت دعوت کردی.
خواهش جانوا رود. خب بر شما میخوام یوتیوب من فالو کنین که برنامه زیاد دارم، ویدیو زیاد دارم که حتما باید اون را ببینین و علامت سنگرم بزنین. دیگه خداحافظ.